باز هم خوش آمدید بیننده های عزیز به ادامه برنامه صبح فردا. و همونطوری که برتان وعده هم داده بودم، ما روزهای پنجشنبه در کل قهرمانان و ورزشکاران را با خود ما داریم، قهرمانایی که همیشه وقت تلاش و کوشششان برای این هست تا بتانن برای کشورشان قهرمانی کسب کنند. در این قسمت هم آقای شکیب نیرو و همچنان آقای فرشاد پیکان رو با خود ما داریم، ورزشکاران رشته مبارزات آزاد که امروز با ما در برنامه هستند و روی دستاوردهایشان، مسابقاتی که در این اواخر داشتن و آیا مسابقه جدیدی هم پیش رو دارن یا خیر صحبت میکنن. امیدوار هستم که شما هم بیننده این بخش ما باشین. آقای نیرو سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام عرض ادب تقدیم شما و همکاران عزیز شما و بینندگان همین الان ما را پیش تعلیم رای فردا بلینده هستن. یک سلام و گرم جدا کنند بستادان جواد نیرو. تشکر، سلامت نظرشکاران امیمی و مبارزات آزاد. بسیار عالی، خوشحال هستیم که امروز شما را در برنامه داریم. آقای پیکان هم صبحتان بخیر، خوش آمدیم. قبط بخیر، سلام عرض ادب خدمت شما بانوی عزیز و بینندگان که ما را از پشت پرده تلویزیون تماشا میکنند و یک سلام خاص و گرم به استادم جواد نیرو. سلامت باشین، تشکر. انشالله که استادتان هم بیننده باشن و دیگه طبعا که سلامتان را علیک گرفتن. خوب است صحبت ها را شروع کنیم با آقای پیکانی که چی باعث شد آقای پیکان روی بیاره به این رشته خشن به نام مبارزات آزاد؟ باعث این شد که من در مجموع گرچه خوش نداشتم هیچ فایت چیزی را، اما همیشه یک نصیحت از استادم جواد نیرو چون بچه خاله ما هست برای من میگفت یا از طریق درس خود برسانده یک جای مشهور شوی، یکی مشهور شوی، یکی پیسه داشته باشی، می بسیار خوب است، یا از طریق ورزش. گرچه نصیحتاش قدر گوش نمی کردیم، وقتی که با امو مشکلات زندگی روبرو شدیم فهمیدیم که واقعا نصیحت های ازی بجا بوده و همین باعث شد که ما خشنترین رشته رزمی که مبارزات آزاد می باشه میره و بگیریم که از این طریق از این بتانیم به کشور خود یک مدال آفرینی بیاریم. بله، چند مدت میشه که خودت ورزش میکنی؟ من اینی امسال سال هفتم است که من در مبارزات آزاد رو آوردیم و ورزش های ادامه دادم رئیسم. بسیار عالی، هفت سال میشه که روی آوردین به رشته مبارزات آزاد. و آقای نیرو هم صحبت داشته باشم، شما چند سال میشه که روی آوردین و دستاوردها چگونه بوده؟ مدت 4 سال میشه مرد و مرزات آزاد آوردیم. چین اولگه ما که مرد و مرزات آزاد آوردیم بود که ما در کس رفتم کس پیاد نردتم در درس رفتم مشکلات درس بود که یاد نمیگردیم. با مرد و مرزات آزاد آوردیم تفشیق برادرم بود که ما تو بایی صد رسیدیم. خب بسیار عالی، چند وقت گفتین میشه؟ 4 سال. 4 سال، بسیار عالی. خودتان 4 سال و آقای پیکان هم 7 سال میشه که روی آوردن. آقای پیکان در رابطه به مسابقاتان هم یاد کنین، در این اواخر مسابقه ای داشتین. قبل از اینکه ما لایف شیم هم صحبت داشتیم که یک کمک چشمتانم فکر کنم آسیب دیده. چشم آسیب دیده چون که یک مسابقه ام یک چند وقت پیش ما مسابقه داشتیم در سازمان جی بی سی. امروز شاگرد استاد نصرت الله خانزاده بود. توانستم در راوند سیوم نمره حریف ما شکست بدم و مسابقه هم پنجمی به خیر دیگه قرار داد بستگی نمی سازمان جی بی سیز باز هم که پنجمی مسابقه دارم باز هم. مسابقه تان در کجا هست؟ در سازمان جی بی سی کوتی سنگی هست. خب بسیار عالی، در کابل هست. نه دیم خود کابل هست. حریف تان باز کی هست؟ عریف ما دیگه فعلا فایت کارت ها نبرم، اما معلوم نیست که از کجا هست. ولایت ها هست، از ولایت ها میان، از مزار، از هرات، از جلال آباد. بیشترین فایتر های جلال آباد و مزار می باشه که فعلا نو فایت کارت ها در برامدن هست که بیونیم امروی که مسابقه میکنیم. خب انشالله که بتانین خودتان قهرمانی کسب کنید. آقای نیرو شما هم صحبت داشته باشین، در طول 4 سالی که خودتان کار میکنین در رشته مبارزات آزاد و مسابقه داشتین، خودتان چند مسابقه در افغانستان داشتین و یا بیرون از افغانستان هم مسابقه ای داشتین یا خیر؟ من مسابقه آماتور خزیاف داشتم 15 را پیش در سازمان جی بی سی که داخل ولایت کابل برگزار شد که توانستم در رنگ آخر عریف ما نکات کنم. خب بسیار دیگه فعلا هم گردم کمی آسیب دیده، بلوش کلام از خاطرم بوشیدیم.
فعلا در پنجمی دیگه مسابقه برگزار میشه. خب بسیار عالی. خب زمانی که شما آسیب میبینین، آقای پیکان هم گفت چشمشون آسیب دیده و شما هم گردای شما، کدام وقتی تصمیم گرفتین که دیگه این رشته رو پیش نمیبرم، میرم یگان رشته دیگه رو پیش میبرم؟ که نه چه وقتی فکر مون نگشته، چون که هدف داریم. خب بسیار عالی، انشالله که بتانیم به تک تک اهدافتان هم برسین. در مقابل من تقدیرنامه ها و حکمای قهرمانی آقای پیکان و آقای نیرو هست که من بر دوستا هم نشان میتونم، صحبت هم خواهند داشت که از کجا اینا را گرفتن. اولین حکم قهرمانی از آقای پیکان هست، صحبت داشته باشیم. اولین حکم قهرمانی همی تقدیرنامه مقبول سازمان SFN بود که مسابقه آماتور است. اولین مسابقه ما همی تقدیرنامه بود که گرفتم که در راوند چهارم حریف من نکاوت کردم، توانستم همی تقدیرنامه و همراه یک مدال بگیرم به همی مسابقه. بسیار عالی، این اولین مسابقه بود؟ اولین مسابقه ما بود. پس این حکم قهرمانی بر شما خیلی ارزشمند هست. بهترین ارزش همی حکم قهرمانی داره، چرا کمی سرنوشت ما رو با دیدن از زمین ما میخواهیم که همه هدف ما تعیین میکنم که نه واقعیت من میتونم یک چیزی شم. دقیقا بله. خب زمانی که یک فرد تلاش و پشت کار داشته باشه میتونه به موفقیت دست پیدا کنه. و در رابطه به این هم صحبت داشته باشیم. هیچ هم از من میباشه که بله. در سازمان GBC اولین مسابقه ثبت شیرداک ریکاردم بود. او تقدیرنامه اولین مسابقه بود که ما در آماتور مسابقه کردم و این تقدیرنامه که است اولین مسابقه ما که ثبت ریکارد جهانی است. این تقدیرنامه ما که دو تقدیرنامه بهترین ارزش ها را برای ما داره. بله بسیار خوب. طبعا که اینا دیگه در خانم دیگه میدم بلندترین جای خانم شد. یادم بلندترین جای هم یا قرار داره. بله بسیار خوب. این مسابقه تان در کجا بود و حریفتان کی بود؟ از یه هم این مسابقه ما دمی خود کابل بود. شاگرد استاد نصرت الله خونزاده بود. بله. دمی خود کابل در راوند سوم تا نمره برد معریف ما و ای تقدیر نامه را کسب کرد. بسیار عالی، موفق باشین و حکم قهرمانی دیگر. خب مشت نمونه خروار ماشاءالله زیاد هست. در رابطه به هم صحبت کنیم. این تقدیر نامه در کلاب وایدلاین اجان مسابقه داشتم. ای از چند وقت پیش است که خود وایدلاین اجان بود و ای تقدیر نامه را تانستم در راوند سیم میرم در نمره دانستم عریف ما شکست بدم و این تقدیر نمره را کسب کنم. بله بسیار عالی. آقای پیکان مسابقه هم بیرون از کشور داشتین یا خیر؟ نه بیرون از کشور مسابقه تال نکنیم و همین پنجمیت که گفتم مسابقه پیش روی داریم در چی هندوستان است که اگر بتانیم شکست بتیم عریف ما را خوش سازمان شویم، بهترین فایت را باید بکنیم، گفته که میبریم تا نه هندوستان. خب یعنی بعد از این مسابقه که شما یاد کردین در پنجم اید هست در کوته سنگی در سازمان GBC و بعد از این که این مسابقه را سفری کنین انشالله شما را بیرون از کشور برای مسابقات میبرد درست؟ بسیار عالی، هندوستان انشالله که بتانین که مسابقه خوبی پشت سر بگذرانین. خب از آقای نیرو هم هست صحبت داشته باشین. آقای نیرو در رابطه به این تقدیرنامه از سازمان GBC که همراه فرش پیکانی اگر در این مسابقه بدین که در رن اول توسط صد میشن کشنده توانست معرف مخد تسلیم کنم. بسیار عالی. خب در رابطه به مدال ها هم صحبت خواهیم کرد. اول در رابطه به این مدال صحبت میکنه، یک مدالی که فهمیده میشه که جایش مخصوص هست، طبعا که یک مسابقه خوبی را هم داشتین و تانیستون به سختی این مدال را کسب کنین که من بازش خواهم کرد. و از کی هست؟ از مثلا شکیب نیرو. خب از آقای نیرو هست. آقای نیرو دیگه ایرم شاید در خانه نمانه نگانش تو کارت دستشان بگیره درست؟ صحبت داشته باشین در رابطه به اولین مسابقه پروفشنال بود که میره در رن سیوم در توسط نمره میره خواستم به خود کنم تان کردین. بسیار عالی، اولین مسابقه پروفشنال هم بود. موفق باشین. و مدال بعدی از آماتورم بود که گرچه دیگاشون گم شده در پیش میمی یک دانم آماده بود که آوردم یک از آماتور توسط نمره ایران مخصوص از آن خود کردیم. بله بسیار خوب.
خب یک تا مدال دیگر هم نشان میدیم و بعد روی او کپی که در میز هست هم صحبت میکنیم. از کی هست؟ از آقای این مدال مثل کم تقدیرنامه اولین مسابقه آماتورم بود. این مدال هم امرایش اولین مسابقه آماتورم که من در مبارزات آزاد مسابقه کردم همین مدال بود که پیشترم یادآور شدم با بلندترین ارزش این مدال و او تقدیرنامه برما دارن که جایگاه خاصی این مدال هست برما بخاطر امی هدف زندگی مرا امروز از امی تعیین کردم. بله بسیار عالی. خب در رابطه با او کپی که روی میز هم قرار داره صحبت کنیم که از کی هست؟ از آقای نیرو هست. بله بفرمایید. این از ولایت کاپیسا برگزار شد جام باشگاه ها که نفر تاپ تاپ هم میخواست که چی کنن با توانستم در راوند دوم توسط نکاوت کنم مریف خدا چی را از آن خود کردم کپا. بسیار عالی، مبارکتان باشه. آقای پیکان، این گونه مسابقاتی که شما در افغانستان دارین و مسابقاتی که سپری میکنین در افغانستان چقدر شما را آماده میکنه برای مسابقاتی که بیرون از کشور قرار هست برای شما؟ بالاترین و بیشترین تجربه را که انسان یک ورزشکار میگره سپارنگ کلب و مسابقات کلب در کلب است. چرا از این شاگرد میتونه دستاورد خوبی داشته باشه، برد باخت از او ثبت ریکارد نمی باشه، از این میتونیم خوب تجربه بگیریم و از زود مسابقه کنیم و از این وقتی که از این تجربه گرفتیم ما خوش میشیم در ثبت های شیرداغ که ثبت جهانی می باشه و او در ریکارد هم هست برای ما و میتونیم بیشترین تجربه را گفتم سپارنگ کلب و مسابقات کلب در کلب که بین کلب ها برگزار میشه بیشترین تجربه را ای داره. ما وقتی که ثبت ریکارد مسابقه میکنیم باید حداقل یک ورزشکار 5 شیرداغ داشته باشه تا در مسابقات بره و میشه کمتر از او هم 3 تا یا 4 تا شیرداغ داشته باشه که ما گفتم بیشترم براتون یادآور شدم که 5 ما مسابقه داریم که از ما 3 شیرداغ که ما ثبت ریکارد جهانی است همین 5 که مسابقه بتم 3 میباشه که ثبت جهانی است. میتونیم از این ما تجربه خوبی را بگیریم که بتونیم این با افغانی ها مسابقه کردن بر ما تجربه است نه شکست دادن. ولی ما میخوایم اصلی شکست ما در خارج است که ما بخوایم به افغانستان کشور محبوب ما یک مدال یا تقدیرنامه از کشورهای خارج به افغانستان ما بیاریم. بله انشالله که میتونین و اگر پشت کار داشته باشین و تلاش کنین برای کشورتان قهرمانی کسب کنین. آقای نیرو هم صحبت داشته باشه تمریناتتان چگونه هست؟ تمرینات ما خب فعلا که آمادگی مسابقه رو دادیم دو تایم یک نیم ساعت تمرین میکنیم که بدانیم در مقابل حریف در شکستشان بتونیم. فعلا دیگه آمادگی خاصی پس گرفتین برای مسابقاتی که در پنجمی در قرار هست اتفاق بیفته. پس شما اصلا دیگه آمادگی برای اید ندارین، فقط تلاش و کوششتان برای مسابقه هست که بتونیم. پس ما بهترین ایده ما مسابقه ماست که ما بتونیم مسابقه را ببریم و پیشترم یادآور شدم گفتم ما کسایی که از افغانستان او را هیچ وقت نمیگیم شکست نیتیم او را این مقصد تجربه ما را جور میکنیم که ما بتونیم از در خارج عریفای خارجی ما را شکست بدیم. هیچ افغانی ما را ما شکست نمیتیم، اگر او ما را ببره یا ما را ببریم این یک تجربه ماست. شکست خدا نکنه ما افغانستان ما بگیم شکست داریم. بله دقیقا. پس مسابقاتی که در افغانستان برگزار میشه شما را آماده میکنم برای مسابقات بیرون از کشور. خیلی سپاس از هر دویتان که تشریف آوردین. دوستانم از پلان و برنامه آینده تان هم بشنوم. بعد خداحافظی داشته باشیم. تشکر، زنده باشی. ما همی پلان ما همی است که گفتم بتوانیم که مدال یا تقدیرنامه از خارج به افغانستان باعث افتخار ماست که ما یک مدال یا تقدیرنامه بیاریم و بتوانیم سخت کوشش کنیم و که از دیگر کشورها مدال بیاریم و حالا هم کوشش ما همی است که ورزش ما را ثقیل کنیم تا همی در هندوستان خوش شیم هندوستان بتوانیم رفته مسابقه کنیم. که گفتم افغانستان خود هیچ وقت ما افغانستان نمیم شکست دادیم ورزشکارانش. بله. ما شکست اگه دادیم از خارج شکست میدیم نه از افغانستان. انشالله. و در اخیر هم آقای نیرو هم از پلان و برنامه شاد کنن و ای که چه پیامی برای دوستانشان داره؟ پیام ما به دوستان همی است که درد بخونن ورزش کنن که به جای برسن که به خاطر که میبینی وضع روز افغانستان خراب است که بتوانیم در خارج مسابقه کنیم که پرچم افغانستان را بلند کنیم
اگر دیگه چنین پرچم افغانستان را بلند کنم، ما افتخار هستیم. بله دقیقا. خیلی سپاس از اینکه تشریف آوردید. زنده باشید. زنده باشید. تشکر.